رکورد جوانترین استاد بزرگ تاریخ شطرنج ایران شکسته شد. خانم ها آقایان، این شما و این استاد بزرگ نوجوان شطرنج ایران، استاد سینا موحد، کسی که کاری کرده کارستون با 14 سال سن و دقیق تر باید بگم با 14 سال و 1 ماه استاد بزرگ شطرنج شده، تقریبا بالاترین درجه شطرنج دیگه، بالاترین عنوانیه که یه شطرنج باز میتونه بگیره. اما سینا ببر شطرنج ایران رکورد چه کسی رو زده؟ رکورد نابغه شطرنج جهان. نابغه شطرنج جهان رو من نمیگم، مگنوس کارلسن میگه، یکی از برترین های تاریخ میگه استعداد رو دست این آدم نیومده. سینا رکورد علیرضا فیروزجای نازنین رو زده. علیرضا فیروزجا هم در سن 14 سالگی، اما 14 سال و 8 ماه به عنوان استاد بزرگی شطرنج رسیده بود و بعد از اون یه درخشش جانانه ای رو داشت. بازی های زیبا، به رتبه دوم شطرنج جهان هم رسید و الان هم جزو برترین های شطرنج جهان. اما ستاره جدیدی در آسمان شطرنج ایران درخشیده، کسی که از قبلم خدمتتون عرض کرده بودم استاد بزرگ هست، فقط فعلا عنوانش رو نگرفته، که طی چند روز اخیرم تونست در مسابقه باکوی آذربایجان با فتح مسابقات قهرمان مسابقات بشه و عنوان استاد بزرگیش رو هم بگیره و تموم کنه کارو. حالا توی این ویدیو من میخوام رکورددارهای شطرنج رو خدمت نرس کنم در بخش استاد بزرگی، چون این رکوردی که سینا زده فقط برای شطرنج ایرانه، رکورد دست کیاست توی جهان، چه جوری یه بازیکن باید این مراحل رو طی کنه که استاد بزرگ شطرنج بشه و بعد از اون راهکارها چی. حالا من خودم که استاد بزرگ نیستم، ولی حداقل یه عمری توی دنیای شطرنج بودیم و به عنوان یک علاقه من شاید بتونم یه چیزایی رو خدمتتون عرض کنم. رکورد سن استاد بزرگی به فکر میکنید چقدره؟ جوانترین بازیکن کیه؟ میشرا آپیمانیو با سن 12 سال، ولی باز هم باید دقیق بگم 12 سال 4 ماه و 25 روز استاد بزرگ شطرنج شده، رکوردها رو جابجا کرد و همین الان هم فاستین آرژانتینی در سن 10 سالگی استاد بین‌المللی شده. حالا تفاوتشون رو خدمت نرز میکنم، احتمال داره رکورد میشرا رو بزنه و به 11 سالگی برسونه. اما این رکورد قبلا دسته یه بازیکن خیلی قدر روس بود، سرگی کاریاکین، فکر کنم سال 2002 یا 2004 اینا بود که این رکورد رو زد. اون زمان خیلی چیز عجیب و غریبی بود. الان مثلا 13-14 اینا به استاد بزرگی برسی توی جهان خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، ولی کاریاکین توی اون سالها توی 12 سال و 7 ماه به عنوان استاد بزرگی شطرنج رسید و خیلی ها میگفتن دیگه این همه تاریخ شطرنج رو جابجا میکنه. خیلی هم قوی بود ولی گیر یه ناکس افتاد، نایب قهرمان شطرنج جهان شده کاریاکین، ولی به کی باخته؟ به پادشاه دنیای شطرنج مگنوس کارلسن، که یه چیز عجیب و غریبیه. فکر کنم کارلسن در سن 14 سالگی استاد بزرگ شده. اما این رو هم بگم که مثلا گوکش، کسی که الان کاندیدای قهرمانی شطرنج جهان، رتبه سومه در بین رکوردداران استاد بزرگی در تاریخ شطرنج با 12 سال 7 ماه و 17 روز، یعنی 17 روز دیرتر از کاریاکین. پس ببینید سن شطرنج چقدر پایین اومده و چقدر باید سریع شروع کنی تا بتونی توی این قافله عقب نمونی، چون این قافله هم رجب میگذرد. حالا بریم سراغ این که چه یه بازیکن از صفر چجوری باید به عنوان استاد بزرگی در شطرنج برسه. اول این که شما میای آغاز میکنی، حالا تمرین و اینها رو بعدش خدمت نرد میکنم، فقط روند رو خدمت نرد. باید در مسابقات که دارای ریتینگ بین المللی هستن و ریتینگ بین المللی محسوب میشه، ما از این به بعد بهش میگیم ریتد توی این ویدیو، در مسابقات ریتد شما باید شرکت کنی. هر مسابقه ریتد نیستش، بری هیئت خودتون با دوستات بازی کنی، چه میدونم تو محله بازی کنی، اینا ریتد نیستش. مسابقات هفتگی 99% ریتد نیستش. ریتد یعنی به فدراسیون جهانی شطرنج ارسال بشه. حالا توی ایران اینطوره که شما باید عضو سیستم جامعه باشی و بهترین کار اینه که بری هیئت شهر خودتون یا شطرنج شهر خودتون، اونجا بگی من میخوام مسابقه شرکت کنم، مسابقاتی که ریتده، به من یه خبری بدین. کانال فدراسیون داره، ما هم توی کانال تلگراممون حالا اگه باشه میذاریم، خیلی حالا کانال تلگرام فعال نیست، ولی خب در هر صورت مسابقات رو میتونید پیدا کنید، توی شهرهای مختلف ایران برگزار میشه. کسایی هم که خارج کشور هستن
برگزار میشه. پس اون مسابقه فقط یه نکته، مسابقات استاندارد رو باید بازی کنید، یعنی مسابقه بلیتس و سری اینا حساب نیست برای عنوان. ریتینگ حساب میشه ها، ولی اینطور نیست که شما مثلا بتونی با اینا استاد بزرگ بشی. نه، فقط بازی های فکری مهمه، یعنی مهمترین ریتینگ شما ریتینگ فکری، اونا هم حساب میشه جدا، سیستم خودش رو داره و خیلی اون اهمیت اینجا رو نداره. حالا شما رفتی مسابقه شرکت کردی، پایه ی ریتینگ اگر اشتباه نکنم الان 1400 شده، یا 1400 یا 1600، دقیق این یکی رو از من ناله داشته باشین، فکر میکنم 1400، اگه 1600 توی کامنت ها بنویسین. یعنی چی؟ ریتینگ چیه؟ درجه بین المللی چیه؟ یعنی قدرت بازیکن با رنکینگ فرق داره عزیزان. یه کسایی میگن به من ریتینگ چیه، میگه اینه، میگه آه پس اون رتبت اینه توی جهان. نه، این قدرت شطرنجت رو میرسونه. از چیه؟ فرض کن از 1400 تا 2800 و مثلا 82 یا 81 و خوردهی بالاترین چیزیه که یک انسان در تاریخ شطرنج رفته. حالا مثلا کامپیوترها، موتورهای بررسی بالای 3000ن، در سایت ها بازیکنان 3300 و اینها رو هم رسیدن، ولی در پشت صفحه شطرنج 2881 1400، این باز ضعیف‌ترین، این قوی‌ترین 2881. شاید بگم موقع من بازیکن خوردم 1200 یه مدت پیش این وجود داشت، ولی جدیداً فیده عوض کرده و همه رو بالا کشید، بازیکنان زیر 2000 رو همه رو بالا کشید، فکر کنم 400 تا بالا کشید. حالا یه به شیوه خاصی بالا کشیدن دیگه، ریتینگ بازیکنان فکر کنم مینیمومش 1400. پس کمترین 1400، قوی ترین 2882. این بازه رو داشته باش. حالا برای اینکه مراحل استاد، یه چیزم بگم، یه مثلا یه قانون نانوشته‌ای داره، این لول آماتور شطرنج، لول استادی شطرنج. حالا مثلا فیده یا فدراسیون جهانی شطرنج، از این به بعد میگیم فیده، مسابقاتی رو برگزار میکنه به اسم قهرمانی آماتورهای جهان زیر 2000، یعنی بازیکنهای زیر 2000 رو آماتور میدونه، ولی آماتور نه دیگه به عنوان مبتدی صرف و اینا، نه، فقط اینکه استاد نشدن توی شطرنج، در مراحل استادی قرار نگرفتن، یا بهتر اینه بگیم بازیکن حرفه‌ای به آن صورت نیستن. ولی خب خیلی هم من قبول ندارم، به خصوص توی شطرنج ایران فکر می‌کنم این مرحله حداقل 1800 دیگه، 1800 به بعدای ایران واقعا بازیکن‌های حرفه‌ای هستن. این از این. حالا شما چه جوری باید این مراحل استادی رو شروع کنید؟ بخش آقایان و خانم‌ها جدا هستش در این مسئله، حالا بهتون میگم. برای اینکه شما مراحل استادی رو شروع کنید، اولین مرحله چیه؟ کاندیدای استادی بشی. شما اگر کاندیدای استادی شطرنج بشی، اولین مرحله هستش. یعنی چی؟ باید به چه درجه برسی؟ به 2200، تقریبا ما بین همون چیزیه که گفتم 1400 تا 2800 ما بینشه، تقریبا 2200. پس این رو اگه شما برسی میشی کاندیدای استادی، یعنی یه مرحله بعد میشی استاد شطرنج. عنوان داره Candidate Master CM، میبینید توی سایت ها اگه chess.com اینا بازی کنید، CM رو بعضی بازیکنان پیش اسمشون دارن و به این شکل مثلا عنوان دارن. در بخش آقایان 2200، در بخش خانم ها 2000. یعنی شما یه بار فقط ریتینگت، حتی به صورت زنده بعد مسابقات مدیان پایین اشکال نداره، ولی یه بازیکنی رو ببری تو مسابقه بشی 2200 توی آقایان و بشی 2000 توی خانم ها، عنوان کاندیدیت مستر رو میتونی براش اقدام کنی. من خودم 2239 یا 40 شدم و میتونم همین الانم براش اقدام کنم. الان به 258 نزول پیدا کردم، یعنی برگشتم، ولی خب یه بار 2240 شدم. اون زمان غرور داشتم، نه من تا فیده رو نگیرم، تا اصلا عناوین بعدی رو نگیرم، اصلا کاندیدیت مستر رو اقدام نمی کنم، براش دیگه اقدام نکردم. حالا دنبال کسی هم، اگه شما کسی رو میشناسین که توی فدراسیون میتونه به من کمک کنه که این عنوان رو بگیرم، یکم کار میبره، طول میکشه، باید درخواست بدی تا فیده بهت بده، خودت باید درخواستش رو بدی. پس 2200 شد چی؟ کاندیدای استادی در شطرنج. حالا بعضی شد بگید چجوری به این برسم؟ ادامه ویدیو تا آخر با من همراه باشین، یه لایک هم بزنید. مرحله بعدی استاد فیده، یعنی استاد فدراسیون جهانی شطرنج 2300. یعنی شما فقط ریتینگت به 2300 در آقایان و 2100 در خانوم ها برسه، به این عنوان دست پیدا می‌کنی. یه چیزی یادم رفت، چجوری ریتینگ رو بگیریم؟ مسابقه که شرکت می‌کنی باید با 5 بازیکن روبرو بشی، حداقل 5 بازیکنی که درجه بین‌المللی دارن. شما مسابقه بری با 3 تا بازیکن، 2 تا بازیکن برخورد کنی، ریتینگ رو نگرفتی، در ویت قرار میگیری، در انتظار قرار میگیری، برات محاسبه میشه تا مسابقات بعدی دوباره به ریتینگ دار
بخوری. پس باید به 5 نفر حداقل بخوری برای گرفتن ریتینگ اولیه و حداقل نیم امتیاز هم بگیری، یعنی 5 تا رو به بازی بهت ریتینگ نمیدم. پس 5 بازی حداقل نیم امتیاز، این قانون جدید، قبلا زمانی که من بازی میکردم 9 تا بود، یعنی حداقل باید 9 تا رو بازی میکردی. اولین ریتینگی هم که من گرفتم 2007 بود، این دیگه یک دستاوردیه که من دارم. فکر کنم رکورد دست کرامنیکه که اولین ریتینگی گرفته 2400. واو واو. مسابقه که شرکت کرده، خب خیلی مهمه اگه میخواین ریتینگ خوب بگیم، مسابقه ای رو بازی کنید که ریتینگ دارای بالا توش حضور دارن. مثلا همه 1500-600 اینا باشن، ریتینگ شما میانگین اونها تقریبا به دست میاد، میانگین اون حریفان، حالا یکم پایین و بالاتر. پس اگه میانگین ریتینگ حریفاتون یکم بیشتر باشه، خب ریتینگ بیشتریه. ولی الان دیگه 2000 گرفتن تقریبا غیر ممکنه. 1700-800 گرفتین، کلاتو 10 بار بالا بنداز بچرخون، حالا هر کاری میخوای بکنی، خیلی کارت درسته اگه یه ضرب 1700-800 بگیری. اون زمانی که من یه ضرب 2000 گرفتم پای ریتینگ 1600 بود اگر اشتباه نکنم. حالا برگردیم، پس استاد فید 2300 در آقا، یه بار توی عمرت شما توی یه مسابقه ریتینگ 2300 رو رد کنی، قدرتت بشه 2300، عنوان FM رو میگیری. این از این. حالا شاید بعضیاتون بگیم بعضی بازیکنها رو من دیدم 1900 چه میدونم اینا عنوان FM داره، عنوان CM داره، اینا جریان چیه؟ ببینید در بعضی مسابقات مثل قهرمانی رده های سنی آسیا، جهان و اینها، قهرمانان این رده ها رو بهشون تایتل میدن، یعنی عنوان رو میدن. یا مثلا شما اگه کسی قهرمان جام جهانی شطرنج بشه، عنوان استاد بزرگی رو یه ذره بهش میدن دیگه، این چیزا رو نمیخواد. مثلا نورگیل سالیموای عزیز امسال الانم آی ام، هنوز جی ام نشد، استاد بزرگ نشده، نایب قهرمان شد. اگه قهرمان میشد که خیلی هم نزدیک بود، همونجا جی ام رو براش نوشته بودن، میگفتن برو پی کار، عریضه نویسیش رو براش انجام داده بودن. پس اینم از این، شما در نظر داشته باشین که یه سری مسابقات هستش، قهرمانی پیشکسوتان دنیا، قهرمانی رده های سنی، قهرمانی آماتورهای جهان، یه سری مسابقاتی که رسمی خود فید است، اوپن، مسابقات آزاد و اینها نه، مسابقات رسمی قهرمانان اونها مستقیم عناوین رو میگیرن. حالا چیه من دقیق بگم تک تک رو به خدمتتون عرض بکنم، خیلی اطلاع چندانی ندارم. خب این از این. حالا اینا عناوین هستن ولی عناوین اصلی نیستن. عناوین اصلی از استاد بین‌المللی شطرنج و استاد بزرگ شطرنج. استاد بین‌المللی شطرنج شما باید به چه مقدار برسی در شطرنج؟ چند تا از اینجا به بعد فقط ریتینگ و درجه بین‌المللی نیسته، شما باید نرم هم بگیری. به چه عنوان؟ اول باید 3 تا نرم بگیری. نرم یعنی چی؟ یعنی عمل کرده در اون مسابقه در حد یک استاد بین‌المللی بوده باشه. IM International Master. International Master اگر اشتباه نکنم 2450، یعنی شما حداقل عمل کرده حریفایی که میخوری، مثلا توی مسابقه بازیکن میره بازی میکنه و مثلا چه میدونم 9 تا بازی کرده، با این 9 تا بازیکن پرفورمنسش، اون ریتینگ پرفورمنسش باید بالای 2450 باشه، یا 2400 یا 2450، حالا عوض میشه قوانین. زمانی که متازهایی که من یادم 2450، حالا اگه اشتباه بود توی کامنت ها شما من رو اصلاح میکنید، به خصوص اونایی که داورن یا توی فدراسیون کار میکنن. پس 2450 باید عمل کردت باشه، یعنی باید عمل کرد خوبی رو توی یه مسابقه به نمایش گذاشته باشی تا یه نرم بگیری، تا نرم دوم رو بگیری، نرم سوم. ولی برای نرم گرفتن فقط نمیتونی با هم ملیت های خودت بازی کنی، حداقل باید 3 ملیت بازی کرده باشی، یه ایرانی، یه بازیکن آذری، یه هندی، یه همچین چیزی. به همین دلیله که شما اگه بخوای نرم بگیری الان دیگه با این شرایطی که وجود داره و بازیکن خارجی خیلی کم میاد توی مسابقه، البته امسال یه سری اومدن واقعا، باید بریم مثلا مسابقات ارمنستانی، ترکیه اینا، ولی خب توی بعضی مسابقات ایران هم میبینیم که بازیکنان خارجی حضور پیدا میکنن، ولی خب تعدادشون نسبت به گذشته خیلی کمه، خیلی کمه. خب چون جایزه ها و قیمت ها اینا اصلا براشون صرفی نداره، با این مثلا به یورو دلار اصلا خنده‌دار میشه جایزه ها. حالا پس اینم هست. بعضی وقتا حالا قهرمانی کشورها، مثلا شما بازیکن اگه در قهرمانی کشور خودش، مسابقه قهرمانی کشور بتونه قهرمان بشه، اونجا هم بهش نرم میدن. شاید بگین حالا ملیت نخورده، ولی اونجا قهرمانی کشورها، چون اونجا میگیم بحث اینه که از تبانی و اینها جلوگیری بشه دیگه. مثلا یه سری جدول بسته درست میشه،
همه از یه ملیت به هم دیگه پوان میدن، تموم میشه میره پی کارش و نرم رو میگیرن. حالا بازم جدول بسته های این چنینی احتمال داره وجود داشته باشه که از ملیت های مختلف هم باشن. حالا فیده دا تا جایی که میتونه علیهش وای میسته. چیزی که من اطلاع دارم الان فدراسیون خودمونم دیگه علیه جدول بسته ها در ایران وایساده، چون یه مدت یه سری جدول بسته ها بازی میشد که ریتینگ ها عجیب و غریب توی ایران بالا میرفت. بازیکن میدیدی 2000 نیستش مثلا 1800، دو ماه بعد 2300 شد. چجوری نمیفهمم. حالا پس سه تا عملکرد بالای 2450 در سه تا تورنمنت معتبر، مسابقه معتبر با سه تا ملیت خورده باشه، این یک چیز. و ریتینگت هم یه بار 2400 رو رد کرده باشه، یعنی باید 2400 هم رد کرده باشه. بگی خب حالا شاید بعضی رو بگین خب کسی که 2450 عمل کرده شه مگه میتونه؟ آقا بازیکن داریم تو ایران 8 تا، دو نفر رو من میشناسم 8 تا نرم استاد بین المللی یه چیزی هول و هوش این دارن ولی هنوز استاد بین المللی نشدن. خیلی عجیبه. 8 یعنی 8 بار یه همچین عمل کردی رو از خود نشون بدی. حالا یکیشون 8 بار، یکیشون فکر کنم 6 بار یه همچین چیزی. این نشون دهنده نوسان بازیکنه. مثلا یه مسابقه ای رو رفته خیلی خوب بازی کرده، عمل کردش بالای 2450 بوده، ولی ریتینگش همون هول و هوش 2200 و 300 مونده. اینایی که من میشناسم، حالا اسم نمیارم، بازیکن قدیمی شطرنج هستن، شاید در جدیدها هم باشه ولی من دارم راجع به قدیمی ها بیشتر صحبت میکنم. این از این، این از استاد بین المللی. استاد بزرگ همینه تقریبا. یه 100 تا شیفت بدیم، شما باید عملکرد در سه مسابقه بالای 2550 باشه، با سه تا ملیت خورده باشی، تورنمنت معتبر باشه و یه بارم 2500 رو در فیده رد کنی. اینجوری میشه استاد بزرگ. پس سه تا نرم رو میگیری، یه بارم 2500 رو رد میکنی. یه بازیکن مثلا تو ایران داشتیم که خیلی سال نتونست این رو رد کنه، مثلا استاد بزرگ بشه، چون فکر کنم نهایتا رد کرد اگر اشتباه نکرده باشم. یکی از این 19 استاد، حالا نمیدونم گفته باشم یا نه، ما 19 تا استاد بزرگ الان با سینا داریم اگر اشتباه نکنم. استاد بزرگ قائم مقامی الشن مرادی، حالا جدیدا پرهام، خیلی هم جدید نیست پرهام، سید خلیل موسوی و بردیا دانشور، حالا هم که سینا موحد هم به این جمع پیوست و فوق العاده. امیررضا پور آقا بالا هم در سن و سال کمی رسید، فوق العاده است. این از این. پس مرحله مشخص شد. یه عنوان نانوشته هم داریم به اسم سوپر گراند مستر، استاد ابر، استاد بزرگ، که اون باید به 2700 بده. این دیگه چیزی نیست که فیده بده، لقبی که بهت میدن شطرنج بازه. اونایی که به 2700 رسیده باشن این لقب رو میگیرن. چیزی نیست که فیده مثلا بیاد بگه آقا شما الان 2700 بفرما، نه اینجوری نیست. فقط بقیه دنیای شطرنج دیگه بهت میگن ابر استاد بزرگ، یه عنوان مندرآوردی تقریبا، ولی خب خیلی ازش استفاده میکنن. یه سوال دیگه هم شاید بعضی بگه ما استاد بزرگ دیدم 2200 ریتینگشه، خب رفته بالا اومده پایین، 2300 ریتینگشه، مثلا دیگه افت کرده، رفته مسابقات بازی کرده، تفریحی دیگه داره شطرنج بازی میکنه. یعنی خیلی اینجوری بعضی سن و سالشون میره بالا، خب میاد پایین ریتینگشون. اینم هست. حالا در این ویدیو این را هم خدمتتون عرض کنم که ما چیکار کنیم که استاد بزرگ بشیم در شطرنج. حالا من در پی این هستم که با اساتید بزرگ ایران هم مصاحبه هایی رو ترتیب بدم، با خود سینا هم امیدوارم بتونم ارتباط داشته باشم و بهش حالا یه جورایی دارم بهش میرسونم که اگه امکانش هست بیاد باهاش مصاحبه کنیم. راه چیه دوستان؟